رفسنجانی. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها یک جراحی مهم است. اهمیت این کار موقعی بیشتر می شود که بر پیکر نحیف و مریض اقتصادی انجام می شود که در مرحله اول خون ریزی داشت و دستگاه های تنفس آن نیز قطع شده است. رفسنجانی در دیدار با اعضای کارگزاران نظام با تأکید بر ضرورت تحزب برای تقویت جمهوریت نظام اسلامی و اینکه بدون کارهای تشکیلاتی نمیتوان به نظامهای مردم سالار نظم داد، از احزاب به عنوان آموزگار تربیت کادرهای اداری کشور و ضربگیر نظام در انتقادها و نارضایتیهای مردم یاد کرد. رفسنجانی در تصفیه حساب با احمدی نژاد و خامنه‌ای در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: معلوم نیست چه منطقی پشت آن بود، چون زمانی قیمت‌ها را بستند و زمانی با تزریق پول به مردم لگامش را رها کردند. رفسنجانی با مقایسه شرایط امروز کشور با نخستین سال‌های پس از جنگ و با تشبیه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به یک جراحی مهم گفت: اهمیت این کار موقعی بیشتر می شود که بر پیکر نحیف و مریض اقتصادی انجام می شود که در مرحله اول خون ریزی داشت و دستگاه های تنفس آن نیز قطع شده است. رفسنجانی. اتفاقات اخیر زندان اوین یک بحران است. به گزارش رسانه های باند مغلوب رژیم، رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با شماری از اعضای خانواده های زندانیان محبوس در بند 350 زندان اوین، اتفاقات اخیر اوین را یک بحران و اقدام گروهی خاص نامید. این رسانه ها روز سوم اردیبهشت نوشتند: هاشمی رفسنجانی ضمن دلجویی از حضار اتفاقات اخیر اوین را یک بحران و اقدام گروهی خاص نامید. گروهی که به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در تلاش هستند برای دولت حسن روحانی ایجاد بحران و سنگ اندازی کنند. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان خاطراتی از دوران زندان خود در حکومت شاه و همچنین دوره زندانی بودن دختر و پسرش در زندان اوین در سالهای اخیر پرداخت.